سوگند به عفوت که پیش کرمت گناه نیاید به حساب. درودم رو نثار شما خوبان میکنم، امیدوارم هر جا که هستید ایام به کامتون باشه. رضا ابراهیمی هستم، یک کلیپ آموزشی دیگه در رابطه با محیط نگاری رو تقدیم شما عزیزان میکنم. دوستان گرامی، در ابتدای عرایض لایک و سابسکرایب یادتون نره، ارسال کامنت لاتین یادتون نره و هیچگاه به دنبال تفسیر عکس و تفسیر کلیپ نباشید، به دنبال زنجیری اسامی باشید. اما بریم سراغ روایات نهی کننده. دوستان عزیز، ما روایات نهی کننده فراوونی داریم که اگر در مثلا در چشمه آب این چشمه رو بخوری میمیری، آب این چشمه رو بخوری عقیم میشی، آب این چشمه رو بخوری کور میشی. اما این روایات به چه دلیل به این سبک اومده؟ دلیل این است که خیلی افراد در اون مکان تردد نداشته باشن. وقتی که افراد در اون منطقه تردد بکنن، مطمئنن یک سری مواردی رو میبینن، لذا یک سری روایات نهی کننده ای رو عنوان میکنن و این روایت سینه به سینه، پشت به پشت به نسل بعدی منتقل میشه تا رسیده به الان ما، و الان تازه به نوعی ما متوجه شدیم که این روایت های نهی کننده، یعنی اگر میگن نرو یعنی حتما برو. در هر حال اگر ما روایت نهی کنندمون، دوستان عزیز، رو کوه باشه، یعنی اون کوه به نوعی روایتی باشه که رفتن به این کوه باعث نمیدونم باعث میشه که شما از کوه پرت بشی، باعث بدشانسی میشه، باعث مردن شما میشه. اگر شما روایت نهی کننده در رابطه با کوه داشته باشید، مطمئن باشید اون کوه یه کارگزاری انجام شده و خدمتون عرض بشه که دقیقا همون کوهی، همون نقطه‌ای که روایت نهی کننده در مورد کوه اومده، برای یک نقطه‌ای اومده، برای یک قسمتی اومده. کمتر از 600 متر، کمتر از 600 متر دوستان گرامی، شما با نقطه هدف فاصله دارید. حالا این 600 متر اگر ساسانی باشه میره سمت شرق، اگر هخامنشی باشه سمت غرب، منتها بیشتر روایت های نهی کننده دوستان گرامی برمیگرده به دوران ساسانی. خدمتتون عرض بشه که در رابطه با چشمه ها، دوستان عزیز، اگر ما چشمه ای رو داشتیم که این چشمه آبشو بخوری کور میشی فلان میشی، بحث اول ما در رابطه با کوه بود، اما این مطلب دوستان عزیز در رابطه با خدمتون عرض بشه که چشمه هست و در مبحث چشمه، دوستان عزیز، چشمه ها، این رو خدمتون عرض بکنم که هخامنشی 120 متر از مظهر چشمه به سمت غرب، ساسانی 120 متر از مظهر چشمه به سمت شرق، و اشکانی 120 متر دوره اول به سمت شمال و دوره دوم به سمت جنوب هست. پس این موارد رو دوستان عزیز در رابطه با روایت‌های نهی کننده در کوه و چشمه حتماً به کار بگیرید، مطمئن باشید موفقیت در همین نزدیکی هاست. لایک و سابسکرایب یادتون نره. امضای خدا پای تمامی رویاهاتون. مهرتون جاوید و روزگارتون وصل آرامش و امید. بدرود.